بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد. عرب به آن نواری که بر سر میگذارد تا شال از سرش نیفتد میگوید اگال، از عقل میآید، نگه دارنده است، به بند میکشد و قوامت میدهد. عقل خشک هم البته لطفی ندارد. عقل گاهی باید ممزود شود به خون و جنون. عقل باید سرخ باشد. از خیلی همان بپرسند اسمش را میگوییم شمالی یا جنوبی. از سهروردی همین را بلدیم و نمیدانیم پهلوان فلسفه ایرانی چه کارها که نکرده. تاریخ میگوید اهل زنجان بوده، 13 ساله بود که به مراغه میرود برای ادامه درس. آرام آرام با معارف زرتشت و مسیح آشنا می شود. بعد به مطالعه منطق سینوی مشغول می شود و بعد از تکمیل آن از اصفهان به دیار بکر می رود و در آنجا ریاضت پیشه می کند. بعد به آناتولی و در نهایت به سوریه می رود. عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، لغت موران، سفیر سیمرغ از جمله کتاب‌های اوست. فقیه عظیم الشأن، متکلم عالی قدر، فیلسوف شهیر، حکیم بزرگ و عارف سترگ، شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق که امروز در کنار مزرعه شریف ایشون در شهر حلب قرار داریم. چند نکته پیرامون این شخصیت عظیم الشأن به حضرتون عرض کنم. یک، ایشون کسی بود که فلسفه ایرانی رو مقابل فلسفه یونانی قرار داد. دو، شخصیتی بود که عرفان رو وارد به فلسفه کرد و مسیر او مسیر کشف و شهود بود و همین منظورم معروف به شیخ اشراق شد. سه، اینکه برای ریاضت جایگاهی بسیار بالا قائل بود و معتقد بود که ریاضت راهی برای دریافت حکمت عملی است و همچنین برای فهم بهتر حکمت نظری یک ضرورت به حساب می آمده است. نکته بعد این که ایشون توصیه ها و سفارش های خیلی مهمی دارد، مثل اینکه قرآن رو چنان بخوانید که گویی برای تو و در شأن تو نازل شده است. با این نگرش کسی قرآن رو بخواند راه به حقیقت قرآن پیدا می کند. این شخصیت بزرگ، این شخصیت والا مقام مورد حسادت قرار گرفت. نامه نوشتند دو تن از عالمان اون زمان شافعی مذهب به صلاح الدین ایوبی، با اینکه جایگاه بسیار مهمی نزد صلاح الدین ایوبی و ملک ظاهر داشت، فرزند او. این سعایت ها اینقدر اثر گذاشت و این حسد ها که لاجرم ایشون رو دستگیر کردند و به زندان افکندند و در همون زندان هم در اثر اون سختی ها و شکنجه هایی که صورت گرفت و رنجه ها جانش را از دست داد و لذا او را شهید هم خواندند. شیخ در گفتن حقایق پروا نداشت و همین زبان سرخ سر سبزش را به باد داد. ملحدش دانستند و صلاح الدین دستور داد این جوان کشتنی است، او را بکش. و ملک ظاهر پسر صلاح الدین او را به زندان افکند و قضا بر او قطع کرد و چند روز بعد جسدش از زندان بیرون آمد.